حدودا 2200 تن سیب اینجا الان موجوده. الان برج 12 است، تمام سیبای کشاورزی اینجا باد کرده مونده. حدود 40 روز پیش تقریبا اوایل اسفند ما بازار سیب را رصد کردیم، چون قیمتش بی حساب بالا رفته بود. 18500 بهتر از اینش هم هست، دوره بر 24. آن روزها کشاورزان و سیبکاران کشور می گفتند با این برنامه ریزی هم کشاورز ضرر می کند و هم مردم. الان بهترین سیب کیلو 7 تومن سر درخت می خریدن، کیلو 3 تومن ما هزینه کردیم و عمل آورد 10 تومن برام وایساده، الان دارن می خرن 7 تومن. در روزهای پایانی اسفند با اعلام ستاد تنظیم بازار، سیب با قیمت مصوب دولتی در مراکز عرضه در معرض فروش قرار گرفت. اینجا قیمت سیب قرمز 10 تومن و سیب سفید، سیب زرد 12 تومن به نظرم قیمت مناسبه. عید نوروز و خرید میوه شب عید به پایان رسید، اما داستان تازه آغاز شد. خب این همون سردخونه‌ایه که اوایل اسفند ما اومدیم و پر از سیب بود. یکی از سالوناشه که حدود 500 تن سیب توشه و تا سقف همونطور که مشاهده میکنید پر از سیبه. همین سالونی که شما الان فیلم برداری کردین سیب من این تو خوابیده. از پای سالا نتونستم یه نیسان سیب بفروشم. همون سیب اسفند ماهی که اومدیم فیلم برداری کردیم و گزارش گرفتیم و همینطوری مونده سیب هنوز. دولت که کسی نمیاد. دولت نه حمایتی نشد و کسی هم از ما خریداری نکرد تا سیبمون هنوز مونده. خب اینجا هم یکی از 8 سالن این سردخونه است که حدود 300 تن گفتن توش سیبه. همونطور که مشاهده میکنید این سبدها تا بالا پر از سیبه. به سراغ باغداران رفتم، آنها که با آغاز بهار باید با نقدینگی حاصل از فروش محصول سال گذشته کشت جدید را کلید بزنند. تولید دیگه به هیچ عنوانی نمیصرفه، انقدر سم و کوت و هزینه بالا شده دیگه توان شما نداریم. کشاورز نابود شد. باغ اصلا اینجوری باشه یک سال دیگه یک باغ تو منطقه نمیموند، کس حمایتی نمی کند. هیچ کس. پیش از عیدی که شما تشریف بودی مصاحبه کردیم، بعد از اون یه دو سه تا از مسئولین اومدن، وزیر صنعت معدن بود، وزیر جهاد کشاورزی بود، اینا اومدن گفتن که آقا چیه مشکل ما؟ گفتیم با بارمون مونده. اینا گفت خب براتون یه فکری میکنیم، قرفه بهتون بسیم شب عید که بارتون بفروشیم، ولی خبری نشد، هم یه وعده دادن و رفتن متاسفانه. گویا این داستان تنها مربوط به امسال نیست. حدود دو ساله که تنظیم بازار شب عید به عهده اداره صنعت و معدنه. موضوع عدم برنامه‌ریزی و تدبیر مناسب در این بخش را با وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح کردیم. اتحادیه باغداران به اجماع نظری با باغداران نرسیدن. در نهایت هیچ اعلام قیمت کتبی به ما نشد. اما مسئول نظام صنفی و تعاونی باغداران روایت دیگری از موضوع دارد. با یه در واقع سود حد اقلی باشون توافق کردیم که حدود 11000 تومان این سیب رو در اختیار دولت قرار بدن. خود اداره سمت شهرستان مکاتبه‌ای که داشتن با خود استان و این قیمت 11000 تومان رو بهشون اعلام کردن، ولی بعدش خریدی نشد. به نظر می‌رسد این داستان و هدر رفت تولید کشاورز که با هزینه فراوان به محصول تبدیل شده امری عادی است. این تصاویر سال‌های گذشته است، سیب‌هایی که می‌توانست باعث کاهش قیمت در بازار شود، اما همه سال تولید به این شکل نابود می شود. به هر حال این مسئله مصداق واقعی و بروز عدم پشتیبانی از تولیده و نتیجه اون هم ضرر بزرگیه که به کشاورز و منافع کشور خورده و سودیه که به جیب دلالان رفته. به هر حال مسئولین امسال باید فکر جدی برای حل این مشکلات کنند. طه حاجی رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.